آقای امام زمان یه صلوات برسید که هم سالم باشید، خاله سعیه سالم برسید، هم که قدم تو به چشم ما خیلی خوش آمدید به گل گلاب قمصر. اللهم صل علی محمد. چون وقتی پیغمبر به معراج میرفت پاشو گذاشت اونجا رو زمین معراج، بعد بوته گل محمدی زیر پاش سر شد. به خاطر امین هر موقع گل و گلام استفاده میکنید صلوات به محمد. عرق از سینه پاک محمد چکیده بر زمین، بله، حاصل شده، بله، گل. بله، گل محمدی. بله، عزیزم. بله، بشین جا که خسته نمیشی خاله. من میبینمتون خیلی بهتر. خوبونه شما، سلامت باشی. ما این دیگه سنتی هستش خاله. دیگه های سنتی خیلی گل میزن خاله. 300 کیلو، 400 کیلو گل میزن. ولی گل دیگه های سنتی نه. 35 کیلو گل داخل دیگه میزن. 60 لیتاب بهش اضافه میکنن. زیر دیگه روشن میکنن. ما الان منتظر ببخشید خاله، منتظر گلیم که دیگه اونطوری هستش. بعد زیر دیگ روشن کردیم، به مدت زمان 4 ساعت و نیم میکشه. بخار به وسیله اینه یا داخل پارچ میشه. بخار داخل پارچ شد میشه مایع. ما طول سال عرق 45 تا گیاه هم گیریم. گیاهایی که به شما مثلا میگم فصل پاییز عرقای سبز رو میگیریم، مثل بلگ گردو، بلگ زیتون، گزنه، شنبلیله. مخصوص قند خون هستش. بعد دیگه نعنا، پونه، کلا عرقای سبز و پاییز میگیریم. عرقای خوش مثل هل، دارچی، زنیان، زیره، مثلا هل، دارچی، همه اینا رو فصل زمستون میگیریم که دیگه مخالی هستش، دیگه مثلا احتیاج به گل اینا نداره. فصل اسفند ما بیدمش میگیریم. 13 عید به ها نارنج از شمال برو میانن میگیریم، چون خود قمصر به ها نارنج نداره گلش. آدم باید حقیقت بگه. هل و دارچین سه چیزی هستش که خود قمصر نداره خاله. هل و دارچین که از سوریه میاد، مثلا طرف ایران نیستش. بعد همیوه ها نارنج هم از طرف های شمال هستش. گل محمدی نه، اطراف کاشان هستش، خود قمصر هستش. خدمت شما عرض کنم از اول اردیبهشت تا آخرهای خرداد هم گل محمدی هستش که دیگه باید روشن باشه و مخصوص گلاب مهمونای عزیزی هستن که راه دور میان. بعد تو گلاب گیری هم شما مثلا میگو گل و قمصر به من میشناسن. مثلا من شما چه کیلوه؟ ما 6 کیلو. ما 6 کیلو هستش. آره 6 کیلوی هستش. ما مثلا 30 کیلو گل که داخل دیگ میزیم 40 لیتر عرق ازش هست. کلن هر عرقی که میگیریم 40 لیتر برمیداریم. گل محمدی به 10 سالش مثلا شناخته میشه. شما مثلا میگوی گلاب دو آتشه، گلاب چهارمنی، گلاب 30 کیلو گل. کدوم بهتره؟ گلاب درجه یکش گلاب دو آتشه، تو آخرین گلابش هستش. متوجه 30 کیلو گلم خیلی خوبه، چهارمنیش هم خوبه. مون تا گلابی که قطره میخوای استفاده کنی، دو تا قطره شو توی لیوان ریزی با یه خود آب دوش قاطی کنی، دیدیش و لذت حلوای اینا اون مثلا قطره استفاده میشه. گلابی هم که در شما قطره قوی تره. آره خاله خیلی قوی تره. اون تا گلابی که مثلا دلش وام کنی از بوش لذت میبری، همه خونم رو گلاب میشه، اون گلاب میعزیز. او اسانسیه که وارد به ایران میکنن و سره مثلا یادی گلاب میزنن، اینقدر بو میگیره که اصلا حالت تعبا میگیره. بعدش هم گلابشو که میخوری خاله حالت ترشی بشه دست میده. بعد دیگه ته شیشه دم یه مدت که مونه جلیم بنده حالت ترشی دیگه مثل سرکه. این گلاب ترین گلابش که به شما گفتم. آره خاله، اینم از طریقه گلاب عرقیاتی که به شما گفتم. سپاسگزارم.